الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار الهداية المصطفوية، وأكمل لنا ديننا بالمحبة الفاطمية، وأتم نعمته علينا بالولاية المرتضوية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق، والفاتح لمن خلق، والمؤذن الحق بالحق، والدافئ جيشات الأباطيل، حبيبك وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين. در مكتب ما مظهر إيثار حسين است. دیگه ظاهرا رسم شد دیگه، شاید اول منبر یا حسین میگه خب ارزش داره اینا، این یا حسینا اونجا که انشالله شب اول قبر همه ما اگر بودیم اونجا یاد کنید، این یا حسینی که زیر پرچم عزای ابی عبدالله میگفتن چقدر به دادم رسید. در مکتب ما مظهر ایثار حسین مصباح هدا مطلع انوار حسین فرزند علی است و جگر گوشه زهرا. دیگه از این بالاتر نداریم. فرزند علی است و جگر گوشه زهرا، سبت نبی و حجت دادار حسین است. در صحنه پیکار به میدان شهادت چون شیر خدا امیر المؤمنین، سر امیر المؤمنین چون شیر خدا حیدر کرار حسین است. خوشنودی قلب ابی عبدالله، سلامتی حجت ابن الحسن العسکری. امشب یک سرک تکرار میکنم، هر دو بزرگوار در صلوات که موضوع بحث از اون اول مشخص باشه، رابطه عاشورا و ظهور. خوشنودی دل امام زمان، صلواتی بر حضرت محمد و آل محمد. مطلبی داریم تحت عنوان فرهنگ تقابل. تقابل یعنی چی؟ یعنی مقابل همدیگر، سیاهی در مقابل سفیدی، روز شب. در قرآن آیات مختلف داریم میفرماید که فرهنگ تقابل زیاد است. یک از اون جاهایی که فرهنگ تقابل است سوره مبارکه مائده آیه 100. در این آیه خداوند تبارک و تعالی می فرماید
لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كسرة الخبيث. هیچ انسان های پاکیزه با انسان های خبیث با هم دیگه مساوی نیستن. لا یستوی مساوی نیستن. خبیث ها خبیث هم پاک ها پاک هم. بعد خدا به خود پیغمبر میگه، به پیغمبر چی میگه؟ ولو اعجبك كثرة الخبيث، ولی تو رو چند به تعجب بندازه، خیلی خبیث ها زیاده در هر زمان این توریست. این صحنه در کربلا مجسم این آیه قرآن. شما نگاه بکنید، لشکر ابی عبدالله با زن و مرد شاید به 100 نفر یا 120 نفر نرسه، اما لشکر خبیث دشمن 120 هزار یا 12 هزار یا هر چی هست نفر. ولو اعجبک کثرت الخبیث، این یک آیه. این چیز فرهنگ تقابل، یعنی خوبها در مقابل روبروی بدها، و اینا میگن با هم دیگه مساوی نیست. یک آیه. آیه بعدی سوره مبارکه انعام آیه 50. قل هل یستوی الاعمى والبصیر. پیغمبر بگو به مردم آیا بینا و کور با هم دیگه مساوی هستن مساوی نیستن؟ هل یستوی الاعمى والبصیر. لشکر عمر سعد لشکر کورند، لشکر ابی عبدالله لشکر بصیرند. این تقابل اعما در مقابل بصیر. این دو آیه. اما این آیات رو به امام حسین دارم ربطش میده براتون. سومین آیه میفرماید هل یستوی، سوره مبارکه زمر آیه بود، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا عالم با جاهل مساوی است؟ اونایی که علم دارن و اونایی که نمیدانن مساوی هم نیستن. لشکر ابی عبدالله علم به امامت داره، لشکر ابی عبدالله حسین عالم است که ابی عبدالله امام برحق کرده، ولی لشکر عمر سعد لشکر جاهلی است. جاهلن، بعض اوقات شاید خیلی باسواد باشن اما جهل دارن. باسواد هم ولی جاهله. با آدم جاهل نمیشه حرف زد، هر کار کنی او از جهلش استفاده میکنه. این آیه بعدی. آیه چهارم، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه. سوره مبارکه 8 آیه 20. تقابل اصحاب بهشت با اصحاب جهنم با هم دیگه مساوی نیستن. لشکر ابی عبدالله اصحاب الجنه، لشکر عمر سعد اصحاب النار، با هم دیگه متقابلند. این آیه بعدی و آخرین آیه که دیگه زیاد طولانی نشه آیات قرآن. آیه بعدی سوره مبارکه شمس آیه 9. معمولا حفظ دارین بعضی از بزرگوارا، قد افلح من زکاها، هر که تزکیه شد به پیروزی میرسه، تزکیه نفس، و قد خواب من دساها. تقابل چیز اینجا؟ تقابل کسانی که تزکیه شدن و کسانی که به گناه آلوده. اصحاب ابی عبدالله من زکاها بوده در حال شما. این تقابل. این مقدمه رو عرض کردم که وارد اصل بحث بشم، چون اصل موضوع بحث امشب من عرض کردم رابطه عاشورا و ظهور حجت ابن الحسن مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف است. بفهمیم که بین کربلای سال 61 هجری، الان 1300 و چند سال میشه، حالا تا زمان ظهور حضرت معلوم نیست، یک هفته، یک ماه، یک سال، 10 سال، 100 سال، 500 سال معلوم نیست. کسی نمیتونه ادعا بکنه که آقا مثلا 200 سال دیگه امام زمان ظهور میکنه. روایت داریم اگر کسی همچو ادعایی کرد
فضربوه على الجدار، به دیوار بزنه هر که بدروغ میگه. معلوم نیست، شاید یک هفته دیگر، شاید یک سال دیگر، ده سال، صد سال. خب حالا از این فاصله زمانی سال 61 هجری تا زمان قیام حضرت چی ارتباطی با هم دیگه داره اینا؟ من اینجا دو مطلب رو عرض میکنم که این ارتباط روشن بشه. اول، خود ائمه ما مرتبط کردن قیام عاشورا رو با امام زمان. از کجا؟ در خیلی از دعای ما، در روایات ما، بعض جا که نام امام حسین آمده کنارش نام حضرت مهدی هم آمده. چند تا مثال بزنم. دعای ندبه، من زمانی که این بحث رو شاید یکی دو ماه قبل مطالعه می کردم، تقریبا رو که نگاه کردم اول محرم که دستبندی کرده بودم، گفتم بهترین وقت برای این بحث روز جمعه است، مثل امشب، متعلق به امام زمانه. ببینید در دعای ندبه، صبح میخوانید صبحای جمعه، چی میگه در دعای ندبه؟ شما ندبه برای امام زمان میکنید. خب امام زمان دعای ندبه است، بعد در دعای ندبه میگه از امام حسین میگی چی میگی؟ میگی عین الطالب بدم المقتول کربلا. کجایی؟ کسی که انتقام خون کربلا را میگیره. این ارتباط داره دیگه، عاشورا با ظهور. یک دعا. در اعمال روز عاشورا مرحوم شیخ عباس قمی از امام باقر علیه السلام یک روایت نقل می‌کند. خب گوش بده این روایت را. روز عاشورا این گونه میگه شیعیان ما به همدیگه تسلیت بگویند. چی بگویند؟ اینطوری بگویند: اعظم الله اجورنا بمصابنا بالحسین و جعلنا و ایاکم من الطالبین بثاره مع ولیه الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. صلوات نداره؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آل محمد. ما میترسون که خواب نرین با او جهت میگویم صلوات بگیم که حسنش. کسی چند جا منبر داشت، دو کل پرانتیز یا حواسه ما باشه، بحث ما باشه در جای خودش. یک کسی چند جای منبر داشت، هر جایی که میره یک مستمع همیشه پای منبرش بود. حالا مثلا این روزا ما دو جا منبر داریم، خوب الدسم یا اینجا، شاید بعد رخواد یک مطلب رو عرض میکنم. هی پای منبرش می اومد، آقا چه خبرت؟ می هر جایی می بینیم تو هم هستی، تو اصلا خانه زندگی کار نداری؟ چرا؟ چرا روز می خیلی خوب منبر می گفت نه، مرا هیچ جایی مثل پای منبر تو خوب خواب نمیبره. من از این میدادم شما رو خوب خواب بگیره، وقتی نام حضرت میشه که صلوات نمیگید من میترسم بیده کنه خدای نخواسته خواب گرفته باشه. انشاءالله حواسه به ما باشه، صلوات برای ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف. اللهم صلی علی محمد آل محمد. الحمدلله خاطر ما جمع شد بیدارم، الحمدلله. در این روز عاشورا وقتی به هم دیگه عزاداران میرسه اینطوری باید بگید: اعظم الله اجورنا، خدا اجر بده به ما، به مصیبت امام حسین و ما را قرار بدهد، و جعلنا چه قرار بدهد؟ و ایاکم من الطالبین بساره، برای خونخواهی مکتب ابی عبدالله. با کی؟ با امام عصر ما را محشور. ببینید ارتباط داره دیگه، نه؟ ارتباط بین خونخواهی و بین حجت ابن الحسن، این دوتا ارتباطی که از این روایات استفاده میشه. ارتباط سوم، زیارت عاشورا. خیلی احمد تقریبا یا حفظ یا در شرف حفظ شدن معمولا زیارت عاشورا خیلی خواندین. معمولا شاید هر شیعه یک چله زیارت عاشورا خوانده، به خیلی حاجت روا هم است. مرحوم آیت الله علیه بهجت میگن تمام عمرشان از زمانی که بالغ شدن تا زمان زنده بودن زیارت عاشوراشون ترک نبوده. و جالبه بدونید اون صد تا لعن و صد تا صلواتشون میگفتن که به اون مقام میرسن. در زیارت عاشورا میگن که طلب ثارک مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله.
ظهور حضرت حجت مصادفت با روز عاشورا، ظهور مصادفت با عاشورا. در بعض روایات چنین داره. این بعدی پنجم یکی از القابی است. من یک مرتبه این لقب را میخوانم که به خاطر این که لقبی است که مستحب است انسان بلند بشه، دست به سر بگیره و به احرام حضرت صلوات بگیره، حالا دیگه اون یک مرتبه میگه که بزیاد تکرار نشه. اون لقب، اون لقبی است که معروف است. میدونید این لقب را کی خدا به امام زمان داده؟ لقب از جانب خداست. روز عاشورا، روز عاشورا خدا این لقب را به حضرت حجت داده. اما لقبی که وقتی نامشان میگیریم بلند میشیم، دیگه نمیگم اون لقبی که اذیت میشیم. خب ملائکه آمدن روز عاشورا، عصر عاشورا، اعتراض نکردن، گفتن خدایا چی کار کنیم؟ این همه مصیبت برای ابی عبدالله وارد شده، چرا هیچ خبری نمیشه؟ من و شما معتقدیم نور اهل بیت قبل از خلقت حضرت آدم است. روایت هم داریم اینا خلق شدن. حضرت یک تصویر نشان داد خدا. از که نشان داد؟ از وجود نازنین مهدی و در حال ایستادن بود حضرت. خدا فرمود این آقا در زمان خودش قیام میکند و انتقام خون شهدای کربلا را خواهد کرد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. پنج تا ارتباط، ارتباط ششم. امام زمان وقت ظهور میکند که انشاءالله من و شما درک بکنیم لحظات ظهور حضرت را، اگر از دنیا بریم خدا با امام زمان ما را برگردانه به قیام حضرت را ببینیم. وقت امام زمان میآید ظهور میکند، میره کنار خانه خدا، دست به اون پرده خانه خدا میگذارد، خود را معرفی میکند، میگه یا اهل العالم، یا اهل العالم، این جدی الحسین الذی قتلوه اتشانا، من فرزند حسینم. خیلی حرف دیگه، این ارتباط داره دیگه. مگر امام زمان فرزند امام کاظم نیست؟ چرا هست. مگر فرزند امام رضا نیست؟ چرا هست. نزدیکترم هست. فرزند امام جواد نیست؟ هست. ولی چرا خدا این طوری معرفی میکنه؟ این جدی الحسین الذی قتلوه اتشانا. از این معلوم باشه ارتباط بین ظهور و بین عاشورا، بین عاشورا و بین قیام حضرت حجت. صاحب عزا کجایی؟ گویم سرت سلامت. صاحب عزای امشب کیست؟ حدود نازنین حضرته. من و شما هم عزاداریم، ولی اصل عزادار فرزند حسینه. صاحب عزا کجایی؟ گویم سرت سلامت. کی میشند بیایی؟ گویم سرت سلامت. ای آفتاب زهرا که شام تار ما را چون صبح دم نمایی، گویم سرت سلامت. در ماتم عزای کربلا نشستی؟ یقینا من نمیدانم الان امام زمان کجا تشریف داره، در کدام مجلس مصیبت جدش حسین شرکت کرده. کربلایی، نجفی آقا جان، کنار خانه خدایی. من یقین دارم این شبا شاید اعتماد قوی ببینید مرسومه. هرگاه پدری برای پدر مصیبت بگیرن، عزا بگیرن، فرزند میاد دم در و عزاداران میگه خوش آمدی، خیلی ممنون که آمدی. شاید امام زمان الان یکی از حسینی ها تشریف داشته باشه. در ماتم عزای کربلا نشستی، ای یار کربلایی، گویم سرت سلامت. داغی زلاله داری از داغ گل عذاران، دلتنگ لاله هایی، گویم سرت سلامت. از دیده خون فشانی، ای از تمام حسنت. از دیده خون فشانی، ای از تمام حسنت، بدل دمو دمن. میگه ما بدال به جای هش در مصیبت ابی عبدالله خون گریه میکنیم.
میخوانم دیگه خواندیم روایتشو معروف رو. امشب بگو کجایی؟ یا امام زمان امشب بگو کجایی؟ گویم سرر سلامت. مرحوم علامه بحرالعلوم، سید علامه بحرالعلوم، این داستان میگم که نخسته هم نشید از این برد. ایشان میگه اول علامه بحرالعلوم رو معرفی کنم. آنقدر ایشان بزرگوار بود در آلافشان چندین بار محضر حجت ابن الحسن رسیدند. میگه از کربلا از نجف اشرف را افتادم به طرف سامر را، تابلوی کربلا را دیدم، بعد گفتم که این روایات یادم آمد. خدایا چگونه میشه به واسطه یک قطره اشک بر مصیبت ابا عبدالله گناهان گذشته و آینده انسان آموزش پیدا کنه؟ با خود فکر میکردم نکنه سند این روایت مشکل داشته باشه. یک قطره اشک گناهی قبل و بعد را میریزانه. خیلی حرفه. روایت دیگر داریم، هر کس به طرف کربلای ابی عبدالله بره، هر قدمی که برمیداره در پرونده اعمالش یک حج مقبوله می‌نویسد. خیلی این روایت برای من حزمش سنگین بود. بحرالعلوم بودم، خیلی سنگین بود برای من. در مسیر راه میرفتم، اتوبوس خراب شد، گوشه خیابان نشستیم تا این پنچریش بگیرن ماشین دوباره حرکت کنه به طرف سامر را. به همین تفکر بودم، دیدم یک جوان از سواری از دور نمایان شد. آمد فرمود علامه بحرالعلوم، من میدانم چه فکر میکنید، جوابت میشه. من قبل از این که جوابت را بدم یک داستان نقل کنم، امام زمان میگه یک داستان برات نقل میکنم، خود جوابت را از این داستان پیدا کن. یک پادشاهی بود، رفت شکار، عصر شد، دنبال آهو دنبال کرد، کسی دنبالش نبود و راه را گم کرد. شب شد، تاریک شد، یک خیمه یک چراغی از دور نمایان بود. خود را به این خیمه رساند، خود را معرفی هم نکرد که من پادشاهم، من چه کارم. در این خیمه یک پیرزن زندگی میکرد با یک پسر جوانش، و این خانواده دو نفری فقط یک بز شیردی داشتن، از کل دنیا چیز دیگری نداشتن. رفتم گفتم من مهمانم. گفتم بفرمایید داخل خیمه ما. سریع پسر رفت این بز را سر برید و برای من کباب کرد، هرچی داشت در رای من باید. فردا را را پیدا کردم و رفتم دوباره دربار، همه وزرا را جمع کردم. شما جواب بدین یک زنی همچون نیکی به من کرده، چی در مقابلش بدم؟ یکی گفت 100 سکه طلا، یکی گفت 100 تا شتر و گوسفند بهش بدید، هر کی پیشنهادی کرد. این پادشاه گفت اگر من تاج و تخت و همه قدرتم بدم فقط تلافی کردم. چرا؟ چون اون زن آن چه داشت برای من داد و من هر چی دارم اگر برای اون زن بدم کمه. بحرالعلوم مگر ندیدی حسین از مالش گذشت، از جانش گذشت، از اولادش گذشت، راضی شد زنا به اسارت بره، با این با خدا این گونه معامله کرد، جا داره خدا برای قطرات عشق عزادار ابی عبدالله هم چه عظمتی بده. بحرالعلوم میگه فهمیدم معنای این روایات، الهی در رحم از جان گذشتم. خیلی عرفه ابی عبدالله آن چی داشت در رای خدا داد، از جوانش نوجوان و جوان و کودک و پیر و همه را در رای خدا اهدا کرد. بحرالعلوم جا داره که برای قطره عشق عزادار حسین خدا این عنایت را بکنه. در بحث ارتباط آشنا و ظهور گفتم دو بحث دارم، یک بحث روایی، روایاتی که تا الان خواندم، دعایی که خواندیم که ارتباط داده بحث امام زمان را با بحث عاشورا، اینی که دوم ویژگی های اصحاب امام حسین و اصحاب حجت ابن الحسن با هم دیگه اینا شریکن، یکی ویژگی هایی دارن که احد این ویژگی ها را ندارد. روایتش بخوانم،
اگر لطف نمایید پناهی دیگه همونجا دم در بنشینن یک مقدار حواسا فرق میشه، یک مقدار حواسا فرق میشه ان شاء الله که حواسا با ما باشه. ادامه مطلب رو بیان کنیم با شرط صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. در روایات ظهور را با کربلا و هم دیگه چسباندن. بحث دوم صفات یاران ابی عبدالله و صفات یاران حجت ابن حسن. امام حسین یک روایت داره که این روایت امام حسین خیلی عجیبه. روایت می فرماید که فإنی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی. خدایا من بهتر از اصحابم در روی کره زمین پیدا نکردم. امام حسین میگه لا یعنی چی؟ فإنی لا اعلم وفایش اول وفاداری ام یاران ابی عبدالله وفادار است ام یاران امام زمان وفادار. حالا میخونم روایتش را. میفرماید که خدا من بهتر از یارانم هرچی گشتم پیدا نکردم. حالا من چند تا مثال بزنم که یقین کنه که یاران ابی عبدالله بهترین یاران عالم بوده. یک در احد، جنگ احد پیغمبر بود. پیغمبر بزرگوار اسلام وقتی محاصره شد خیلی فرار کردند. یار پیغمبر بودن، صحابی پیغمبر بودن، مثل بز کوهی فرار کردن، رفتن. پیغمبر تنها گذاشتن که اگر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب نمی بود شاید در احد پیغمبر به شهادت می رسید. محمد و آل بیت محمد سلام. اللهم صل على محمد آل محمد عجل فرج. پیغمبر می گفت بمانید اینو فرار می کردن. اما کربلا برعکس حسین میگه بریم. میگه نه آقا جان ما قطعه قطعه بشیم شما رو تنها نمی گذاریم. خیلی وفاست دیگه ها؟ به این درجه اعلای وفاداری یک سربازه. فرمانده لشکر میگه آزادید برید در اون دنیا همه شفاعتتون نمی کنم برید به سلامت. میگه آقا جان ما قطعه قطعه بشیم درندگان ما را بخورن ما از کنار شما جدا نمیشیم. جا داره امام حسین میگه بهترین اصحاب را من دارم. یک مثال. مثال دوم حضرت داوود در جنگ تالوت و جالوت اون داستان معروف که نمیخوام وارد بشم که خیلی طول نکشه گفت آقا از این آب نخورید. همه سربازا رفتن خوردن. اما ابوالفضل العباس و امام حسین نگفت آب نخور. وقتی وارد دجله فرات شد آب رو بلند کرد به احترام ابی عبدالله نخورد. اونجا داوود پیغمبر میگه نخورید میخورن. اونجا عبدالله نگفته نخورید ولی عباس میگه من چطور آب بخورم که لبان اربابم حسین تشنه باشه. این وفاست دیگه. این درجه اعلای وفاداریست. موسی اصحابش فرار کردن رفتن گفتن خودت برو به جنگ از اینا بود که پیروسیدی بود بیا ما کمکت میکنیم. این اصحاب ابی عبدالله. نافع ابن هلال از اصحاب امام حسینه. من عمدن بعض اوقات اسامی شهدای کربلا را میگم که بشناسیم. واقعا بعض شهدای کربلا ناشناس باقی ماندن. حتی شاید بعضشان اسم مبارک اسم مبارکشان به گوش ما هم نخورده. نافع ابن هلال یکی از شهدای کربلاست میگه که آقا بهش میفرماید آقا برو به سلامت. متن عربیش اینه اکلت و سبا درندگان مرا بخورن و شما را رهان بکنن. این وفای یاران ابی عبدالله است. عمرو بن جناده در کربلا عزیزان پارسال یکی از شهدای کربلا را در منبر یادم است از شهدای خردسال کربلا را معرفی کردم. امسال یکی از شهدای دیگر کربلا نوجوان را معرفی کنم. کتاب ابصار العین فی اصحاب الحسین علیه السلام می نویسد در کربلا 5 شهید نابالغ داشتیم در حد بلوغ
نرسید. یعنی چی؟ بلوغ یعنی چی؟ یعنی 15 سال قمری، یعنی زیر 15 سال بودن. 5 تا شهید کربلایی، لشکر که 72 نفر، 5 تاش کودک بوده. شهدای 72 نفری 5 تا کودک بوده. یکی از این کودک ها عمرو بن جناده انصاری است. عمرو بن جناده 11 سالش بوده. وفا را میخواییم براتون معرفی کنم، وفاداری سرباز کودک. یک سرباز خردسال میای خدمت ابی عبدالله، این گونه وفاداری خود را ثابت میکنه. عمرو بن جناده لحظات آخر عاشوراست، میاد خدمت ابی عبدالله، آقا جان اجازه میدان میخواهم. حضرت فرمود عمرو بن جناده یک سال قبل پدرت به شهادت رسید. یعنی پدر عمرو بن جناده هم جز شهدای کربلاست. شاید مادرش دلش بخواهد که تو را یادگار پدرت نگه داره. شما حقتان ادا کردین، من از شما خانواده راضیم. نه دیگه تو نیا. گریه کرد، عشق ریخت، گفت آقا جان مادرم خودش به من اجازه دادیم که برم میدان. ببینید اصحاب ابی عبدالله تا زنانی که در خیمه بودن در درجه 100% وفا بر مکتب ابی عبدالله بودن. مرا اجازه داده برم میدان. وارد میدان شد. میدانید که رسم از زمانی که وارد میدان میشه رجز میخوانند، اشعار میخوانند. این عمرو بن جناده انصاری کودک این جملات رو خواند. وقتی وارد میدان شد نگفت من عمرم، پدرم جناده است، جدم کیست، کار به اینا نداره. میدانید کودک یک اشعاری گفته که الان خیلی این شعرش معروفه، خیلی از جاها جملات رو در چشم میدون خورده. این شعر مال این کودک 11 ساله کربلایی سا. چی میگه؟ امیری حسین و نعمت امیری، آقای من حسین است و این حسین بهترین مولاست. کودک 11 ساله داره شعر میگه. بعد ادامه چی میده؟ سرور فؤاد البشیر النذیر، علی و فاطمه والده، علی و فاطمه جدشان پدر و مادرشه. بعد علی و فاطمه را به یک بیت معرفی میکنه این جوان. یک فرد میگه میخواید علی و فاطمه را برای لشکر دشمن معرفی کنه. چی میگه؟ علی و فاطمه والداهو و حله تعلم من نذیرین. آیا مثل علی و فاطمه در روی کره زمین سراغ دارین شما در عظمت و بزرگی؟ کودک 11 ساله. اینجاست که ابی عبدالله میگه من بهتر از اصحابم پیدا نکردم. بزرگان در جنگ احد پیغمبر را در میدان معرکه رها کردن، ولی یک کودک 11 ساله صحابی حسین میگه من باید پیشمرد حسین بشم. اینجاست که ابی عبدالله میگه بهترین یارا را من دارم. امام زمان به شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف نوشت ولو ان اشیاء انا اجتماع من القلوب، اگر این پیروان من این 13 نفر ام قلب شدن ام آهنگ شدن من میایم. یعنی چی؟ یعنی اگر زمان شد این 313 نفر ام راه بودن، امام زمانم خواهد آمد. اما طوری که شهدای کربلا ام قلب بودند، هیچ کس مخالفت نکرد. در ادای عهد میخوانیم عهدن و عقدا، با امام زمان یارانش هم عهد میبندن هم عقد میبندند. این مهمه که یاران ابی عبدالله با امام حسین عهد بستن. شب عاشورا گفتن ما از کنار تو جدا نمیشیم. هل من معین؟ یا ابا عبدالله بعض جملات ابی عبدالله خیلی سخته. آقا روز عاشورا امام حسین صدا داد کسی مرا یاری میکنه؟ کسی نبود. اصحاب امام حسین حجت ابن الحسن زمان قیام امام زمان را یاری میکنند. این صفت وفای این یاران. زهرا به دوستانش قول بهشت داده، زهرا به دوستانش قول بهشت داده، بر روی او بگفته یا زهرا شما قول دادی که هر کی بر مصیبت حسین ما گریه کنه وعده بهش دادی.
زهرا به دوستانش قول بهش داده، از بس گناهکاری ما مستحق ناریم، باید که سوخت، لیکن زهرا نمیگذارد. در زیارتنامه حضرت عباس بخوانیم اشهد انک لک بالتسلیم و تصدیق و الوفا و النصیحه، شهادت میده تو سرباز وفادار حسین، وفا از این بالاتر که هرچی حسین گفت گفت چش. ثبات قدمی اصحاب حسین و ثبات قدمی اصحاب امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. حبیب ابن مظاهر رفیقش که در کوفه با هم دیگر رفیق بودن، مسلم به اوسجه رفت کنار مسلم، مسلم وصیت داری یا نه؟ مسلم ابن اوسجه ادو ظاهرن پیره مردم بودن، آیا وصیت داری یا نه؟ گفت بله یک وصیت دارم. چیز وصیتت؟ گفت حبیب اوصی که به حاضر رجل، تو را وصیت میکنه به این مرد، یعنی ابی عبدالله حسین. این وفای لشکر ابی عبدالله و ثبات قدمی شانه است. یاران امام زمان هم انشاءالله که هم ثبات قدمی دارن، ولایت پذیری است که دیگه وارد بحثش نشم که خیلی بحثیم به درازا نکشه، مقدار روزه را بشر بیشتر. پس خلاصه بحث ماهی شد که ارتباط داره عاشورا با ظهور. در کوفه پیروان ابی عبدالله مثل حبیب ابن مظاهر منتظر کی بودن؟ منتظر حسین بودن. من و شما منتظر حسین دیگریم، ولی اسم این حسین این بار مهدی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن مقدمه روزه بخوانم که بیشتر میخوام در همین مقدمات اش بریزی. یا ابا عبدالله یا حسین ابن علی، امشب شب باب الحوایج علی اصغر، هر کس امشب حاجت داره بریم در خانه باب الحوایج علی اصغر علیه الصلاه و السلام. یکی دو تا مقدمه عرض بکنم و بعد انشاءالله روزه بخوانم و التماس دعا بگویم. در احکام فقهی ما داریم، در توزع المسائل موجوده، در کتاب لقمه موجوده، اگر میخواییم حیوانی را سر ببریم باید این حالت سر بریدن با اون چیزی که سرش را میبریم با هم دیگه مطابقت داشته باشد. یعنی وقتی گنجش را میخواییم سر ببریم با چاقوی کوچک سر ببریم، مستحب با اینا احکام فقهی است. گوسفند را میخوایی سر ببری چاقوی بزرگتر کار داره. گرفتی مطلبه؟ میخوایی بدانم چی بگم؟ مگر گلوی علی اصغر طاقت اون تیر سه شعبه به اون بزرگی را داشت؟ یک. دو، در هندوستان مرسوم شبی کشی میکنن شیعیان، ایام عاشورا شبی میکشن. شبی کشی تونست که صحنه عاشورا رو مجسم میکنن، یک کسی تیر مثلا به دستش تیر میاندازه و کارهای دیگر انجام میده. شبی کشی بعد اما دیدین در فیلم ها دیدین شبی کشی میکنن. در هندوستان همه یک نقشی رو گرفتن از شیعیان، یکی آقا نقش شمر را گرفت، یکی نقش عمر سعد را گرفت، هر یک نقشی را بازی کرد. هرچی دنبالش گشتن از بین شیعیان کسی حاضر نشد نقش حرمله را بازی کنه. حرمله کی بود؟ حرمله اون کسی بود که به گلوی علی اصغر تیرانداز. کسی نبود به گلوی این نقش تیرانداز را بازی کنه.
احسن خدا خیلی دادم بده بده که حال پیدا بشه. نقش تیرانداز کسی بازی نمیکرد. گفتن چیکار بکنیم؟ میریم یک هندو رو میاریم. رفتن خیابان یک هندوی فقیر بیچاره رو پیدا کردن. گفتن آقای هندو روز چند کاسبی؟ من گدایی میکنم، شاید روز 20 کلدار یا 30 کلدار روز کاسب بیشتر نیستم. گفت ما به تو 500 کلدار میدیم، امروز بیا با ما یک ساعت کارت داریم بعد برو خداحافظت. خیلیم خوشحال شد. خب 500 کلدار میگیرم، منه که روز 30 کلدار کاسب نیستم، 500 کلدار حدود 2 ماه مصرفتم. وقتی وارد مجلس شدن یک تیر و کمانی به دستش دادن. گفت یه تیر کمان رو ما وقت گفتیم تو رها. گفت چش آماده هایی؟ بله. بودتم حاضره همین کار انجام بودی برو به سلامت. شبیر آوردن، شبیه زلجنای ابی عبدالله رو کشیدن. دیدن ابی عبدالله قنداقه علی از گر روی دست گرفته. به این هندو گفتن الان میتونی تیر بیاندازی. گفت کجا بیاندازم؟ گفت به طرف اون قنداقه تیر بیانداز. این هندو میگه این تیر و کمان را به زمین انداز. شروع کرد به گریه کردن. گفت من پول شما را نمیخواهم. در کدام دین آیین است به طرف طفل شیرخوار تیر بیاندازن؟ اما بمیرم حسین کربلا رحم نکردن. دلها بسوده به قلب زینب. کربلا چی کار کردن؟ تیر به سمت گلوی علی اصغر پرتاب کردن. این مقدمات روزه ببینه حال پیدا میکنی. الحمدلله داری عشق جاری میشه. اگر عشق جاری شد فرج امام زمان رو بخوا. اگر عشق جاری شد پدر و مادرت دعا بکن که تو را با مکتب حسین آشنا کرد. ماشاءالله به این ناله های بعض جوان ها که واقعا من لذت میبرم روی منبر پیغمبر خبته میخورم. ای خدا ای کاش یه حالت به ما بدی. عصر عاشورا شد. حضرت زینب رفت در خیمه ها. در یک خیمه وارد شد، دید صدای گریه رباب مادر علی اصغر میاد. خواهرایی که شیر میدین به این جملات ما دقت کنید. امشب باید با رباب مادر علی اصغر ناله بزنیم. زینب کبرا میگه وارد خیمه شدم، دیدم رباب اشک میریزه، رباب ناراحته، آی ناله میکنه، آی میگه اصغرم کجایی، اصغرم کجایی. زینب میگه من رفتم گفتم چی کار داری چون ناله میکنی، بیا بچه ها را جمع کنیم. گفت خواهرم زینب میدونی ناراحتیم از چیز؟ الان عصر عاشورا به ما آب دادن، آب را خوردم، شیرم جاری شد، به یاد حلقی خشکیده ی علی اصغر افتادم. خواندیم دیگه آیت الله اینو مای سیستانی میگه اگه در مصیبت حسین سیری هم به صورتت بزنی اشکال نداره. یا ابا عبدالله ویزه کربلا امشب میخوایی؟ یا حسین امشب جواز بهشت میخوایی؟ امشب میخواییم شب اول قبر به فریاد ما برسیم. اون لحظات قبری که ما رو داخل قبر میگذارن به کی پناه ببریم؟ غیر توی حسین. بارها به ما گفتن گریه کنید عشق بریزید، حسین شب اول قبر میآید. گفت خواهرم گریه من از اینه، تا عصر عاشورا فرزندم علی اصغر زنده بود ولی من شیر نداشتم، الان فرزند ندارم شیر دارم، این درد رو کجا ببرم؟ یا ابا عبدالله، یا علی اصغر، آقا جان شما شیرخواره ای، لقب باب الهوائج خود معصوم به تو داده، یا باب الهوائج، یا علی اصغر با اون دستای کوچک گره های بزرگ ها تو باز کردی. این مجلس ما گره کور زیاد داریم، مشکل زیاد داریم، خواهران مشکل دارن، برادران مشکل دارن، هر کسی به طریق خودش مشکل داره. یا علی اصغر بیای امشب با اون دستای کوچک خودت این گره های بزرگ ما رو باز کن. یا عبدالله، یا حسین ابن علی، یک 6 ماه کربلا داشتیم، یک 6 ماه مدینه داشتیم.
میخوایی برای زهران گیله کنیم شب یا نه؟ بریم شب عزاداری رو عوضش بکنیم، هم برای زهرا گریه کنیم، هم برای حسین، هم برای محسن گریه کنیم، هم برای علی عزیزم. یک شش ماه هم مدینه داشتیم کنار در نیم سوخته، شاعر زیبا کلام فارسی زبان شعر در آورده زبان حال محسن و علی ازگر. خوب دقت کنید این شعر میخونم، باید ناله بزنیم، باید عشق بریزیم. حضرت محسن و علی ازگر میگه شاعر این طوری نکرده، خیلی جالب، زبان حال اشکالی هم نداره، هر چی بوده مشکلی نیست. محسن در این شعر میگه علیه السلام، علی ازگر تو را با تیر آتشبار کشتند، تو را با تیر آتشبار کشتند، مرا بین در و دیوار کشتند. خیلی سخت شنیدنش نی؟ تو را علی ازگر تو را با تیر آتشبار کشتند، مرا یعنی من محسن را کجا کشتن؟ مرا بین در و دیوار کشتن. یا ابا عبدالله چی میشد حلقه بر آن در نمیزد؟ محسن زبان حال محسن شهیده، ای کاش اون در ما حلقه نداشت که بستان مادرم ازش میکنه. چی میشد حلقه بر آن در نمیزد؟ نگد بر پهلوی مادر نمیزد. یا حجت ابن الحسن ببخشید، اگر این طوری شب میخوایم عزاداری کنم مشکل داریم. آقا میخوایم از علی ازگر عاجز بگیریم، از این دستای کوچک عاجز بگیرم. بذارید دوباره بخوانم، کسی که نشنیدن خوب گوش ندادن، خواهرا برادرا به این تیکه این شعر خوب دقت کنید، بیشتر دلتون بسوده. محسن میگه چی میشد حلقه بر آن در نمیزد، چی میشد حلقه بر آن در نمیزد، لگد لگد بر پهلوی مادر نمیزد. نبودی علی ازگر کجا بودی مدینه، نبودی ما شد امرنگ نیلی. ما وجود نازنی از زهرانه میگه نبودی ما شد امرنگ نیلی. چرا؟ چون با اون سیلی صورت حضرت زهرا کبود شده بودا. یا صاحب از زمان حضور میخوام که اینطوری دارم روزه میخوانم، نبودی ما شد امرنگ نیلی، نبودی نبودی مادر من خورد سیلی، نبودی مادر من خورد سیلی. شاید زبان حالی محسن شهید باشه، علی ازگر جان تو کربلا مادرت سیلی نخورد، ولی مادر من مدینه سیلی خوردم. بشکنه اون دست در دنیا و آخرت که سیلی به صورت زهرا زد. این منتقم زهرا به خدا بیا دل ما تنگ شده امام زمان، بیا انتقام سیلی مادر رو بگیر، بیا انتقام بر پهلوی مادر را خود تو میگی. به ناظر این ناله ها را به خدا هنوز روزه نمیخوام بخونم. این گونه جوانان عشق میریزن، یعنی چی؟ یعنی زهرا جان ای کاش ما مدینه بودیم، مگر میگذاشتیم از روی جنازه ما رد میشن به تو سیلی میزدن. به ناظر این ناله ها را یا ابا عبدالله به خدا خیلی سخته دیگه روزه بخونم. بذار یک روزه هم بکنم، این طوری بخونم دیگه، با صبر کم نمیخونم و دعایتان بکنم و تمام بکنم منبر امشب را. خواندن دعای میدان رفتن علی ازهر را، چگونه گلویش را بریدن، چگونه روی دست بابا جان داد. یک داستان را، یک مطلب را عرض بکنم، خدا رحمت کند. منبری معروفی بود، حضرت آیت الله روحانی کاشمری مشهد، خیلی منبری قشنگ منبر میرفت. من از ایشان شنیدم، فرمود میدانید علی ازگر اگر تیرم به گلویش نمیخورد از تشنگی داشت جان میداد.
آی دشمن چین یاده به تیر بود، شاید نیم ساعت دیگه علی از غرق تشنگی هلاک میشد. یا ابا عبدالله، روزه میدان رفتن را خواندن، تیر خوردن را خواندن. خب این بدن را، کنداغه را امام حسین برد میدان. گفت چرا؟ گفت میبرم شاید سیرابش کنن، همه منتظرن، مادرش رو ما منتظره. معمولا دیدیم دخترای کم سن سال، 3 ساله 4 ساله با اون برادر کوچک خیلی علاقه منده. بعض اوقات همین دخترای 3-4-5 ساله اون برادر کوچک را خیلی تو کارش انجام میده. رقیه هم علاقه شدیدی به علی اصغر 6 ماه داره. امام حسین رفت میدان، برگشت. اولین کسی که سر رای ابی عبدالله دوان دوان رفت، وجود نازنین رقیه بود. میدونی چی سوال کرد؟ سوال کرد بابا آمدی؟ برادرم رو سیراب کردی یا نه؟ رباب از خیمه آمد بیرون، دید حال امام حسین منقلبه، حرفی نزد، هیچی نگفت. امام حسین رفت کنار خیمه ها، اینطوری روزه به خانم شما اینطوری عزاداری کن. امام حسین رفت کنار خیمه ها، بچه کوچیک دارا، بچه شیر خورا، این جملات برای شما خواهرا و برادرا بیشتر درک میکنین. امام حسین رفت کنار خیمه، یک قبر کوچک آماده کرد، بدن مطهر علی اصغر را داخل قبر گذاشت. یعنی چرا؟ چرا علی اکبر را دفن نکردی آقا؟ چرا قاسم را دفن نکردی؟ شاید به دل امام حسین این جمله خطور کرده، فردا که اسبها را روی سینه ها لگد مال میکنن، بدن این شیرخوار طاقت ظلم ستوران را نداره. بدن را دفن کرد. یا ابا عبدالله، یا حسین، یا بابا الحوائج، که حاجت باره هم نما بشه با زینب. عصر عاشورا شد، همه تمام شد، سرها را از بدنها جدا کردن، به نوک نیزه ها کردن. یک کسی گفت یک شیرخوار هم بهش کشته شد، سر او کجاست؟ دنبال سر علی از غرب میگردن. یک خبیثی گفت من دیدم حسین قبری کرد کنار خیمه ها، او بدن را دفن کرد. اینجا دیگه خیلی بر اهل بیت سخت میگذره. زینب نگاه میکنه، مادرش رو باب نگاه میکنه، خواهرش رو خیلی نگاه میکنه، طاقت شنیدنش داری بخوانم یا نه؟ به خدا اگر حالت بد شد، اگر خیلی ناراحت شدی، امام زمان فرجش از خدا بخواه یک مرتبه میگه قبر را باز کردم. آی زینب نگاه میکنه، کاری هم از کارشان نمیایه، چه کار کنه؟ آی روخیه دامانه هم به جانش زینب گرفته، چه کار میکنن؟ آیا بدن را به ما تحمیل میدن؟ بگم یا نه؟ جملات ختم منا، اگر از قافله عشق اگر مادی خودت برسم، حاجت من بایی به باب الهوایی جمشه یک مرتبه میگه دیدیم او سر علی از غر را از بدن جدا کردن، به نوک نیزه ها. ناله ها را به همین حالی که داری عشقایت پاک نکن، شاید امام زمان آمد عشق صورت ما گرفت. یا حجت ابن الحسن، بحث امشب ما رابطه ظهور عاشورا بود، ما داشتیم امشب برای عاشورای حسین عشق ریختیم، عزاداری کردیم، همچنان برای مادر مظلومه حدگیری کردیم. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم بدماء شهداء فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. خدايا امشب دو تا 6 ماه شفیع داری، ام حضرت محسن ام علی اصغر. به حق محمد و آل محمد، هر کی هر حاجتی داره خدم ام یجیب را با هم بلند بخوانیم. شب حاجته، شب باب الحوائجه، از این دست های کوچک بخوایم، از خدا بخواهد انشاءالله حاجت همه برآورده بخیر بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ام Thank you.
علی یا فاطر و به حق فاطمه یا محسن و به حق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسین خدا یا به حق شیش ماهی مدینه و به حق شیش ماهی کربلا حاجات مشروع این جمع برابر دل بخیر بفرما خدا یا به حق امام زمان تعجیل در فرج مولای من امام زمان عنایت بفرما چشمهای گنهکار ما به جمال حضرتش روشن و منور بفرما خدا یا موانع ظهور حضرت را برطرف بفرما مریضهای معلوم مد نظر شفای عاجل عنایت بفرما طرز مقروضین ادا فرما سفر مسافرین اسلام بی خطر بفرما خدایا به حق جوان کربلا علی اکبر جوانان ما را در پناه قرآن و امام زمان محافظت بفرما خدایا کودکان ما را عاقبت بخیر بگردان شر گناه را از جمع ما و خانواده ما خدایا دور بگردان خدایا طاعت و عبادت و بندگی و عزاداری را در خانواده های ما در نسل ما بیش از بیش عنایت بفرما خدایا پروردگار و امواج گذشتگان پدران و مادران این جمع غریق رحمت بفرما دعای ارشب خب امشب هم که دیگه باید دعا پررنگتر باشه ظهور حضرت قبل از اینکه دعا رو بکنم بذارم این بر پایین میشم سنای محبوبی آمده تشریف آوردن فرمودن که ظاهرا امشب تا در داهره هم دیگه جا نیست دسته های سینه زنی همینطوری سینه بزنه همینطوری که رو نشستین رو به منبر ظاهرا جا برای سفارایی دیگه نیست همینطوری ان شاءالله امشب عزاداری بکنیم سینه بزنیم و ان شاءالله در حق هم دیگر دعا بکنید اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس وجل من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يدي وشودي أمواج بدشتگان زبل حقوق والدين إن جمع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات